پدر، اجازه می دهید؟ درود خداوند بر نبی خدا. سلام بر نبی الله. سلام بر پیامبر خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. سلام پدر. درود خدا بر شما پدر. سلام پدر. درود خداوند بر شما. خوشحالم که برگشتید. ما همه خوشحالیم که بار دیگر شما را ملاقات میکنیم. امیدواریم که حال نبی خدا خوب باشد. نگران شدیم. چرا دیر کردید؟ عزیز مصر ما را نگه داشت. در حقیقت ما را میهمان کرد. بسیار هم اکرام نمود. این گندمی است که عزیز مصر به ما داده است. بسیار خوب و مرغوب است. چه بوی خوشی، چقدر نشاط‌آور، بوی حیات می‌دهد. این گندم بوی آشنا می‌دهد. زندگی را به مردم کنعان بازگرداند. عزیز مصر، همه مسافران را مورد عنایت و اطعام قرار داد یا فقط با شما این گونه بود؟ چون دیگر کنعانیان را ظاهراً مورد توجه قرار نداده. نه، فقط با ما این گونه بود. سه روز تمام در قصر خود از ما بهترین پذیرایی را به عمل آورد. از خود نپرسیدید برخورد دوگانه عزیز مصر با مردم یک شهر چه دلیلی دارد؟ می گفتن توجه عزیز مصر به خاطر یک تا پرستی ماست. نه، این نمیتواند باشد. همه دیگر همسفران کنعانی شما یک تا پرست بودند. نه، دلیل دیگری باید داشته باشد. او حتی پیشکار مخصوص خود را مأمور پذیرایی از ما کرده بود. مصر از زمین کهنسال و عزیز مصر مرد بزرگ و قدرتمندی است. او را با شبانان بی بضاعت کنعان چه کار؟ این لطف و عنایت او یا از سر درایت بوده است یا آشنایی. آیا او را شناختید؟ یا او ابراز آشنایی نکرد؟ نه، او اظهار آشنایی نکرد. البته من و روبین گمان میکردیم که او را میشناسیم، یا شاید او را جایی دیده ایم. خیلی فکر کردیم اما نتوانستیم او را به جا بیاوریم. در قبال این اکرام و احترام از شماها چیزی نخواست؟ توقعی؟ سؤالی؟ تقاضایی؟ نه، اصلاً او بی‌نیازتر از آن بود که از ما چیزی بخواهد. با اینکه عزیز مصر مرد مهربان و بخشنده‌ای بود، اما گندم زیادی نصیب ما نشد. اگر شما و بنیامین هم بودید، دوست همه گندم بیشتر می‌گرفتیم. مهم نیست. اگر بتوانید هر دفعه همینقدر گندم بیاورید، قحطی را سپری خواهیم کرد. تا سال دیگر هم ببینیم مشروعیت خداوند بر چه قرار می‌گیرد. ولی نوبت بعدی وجود ندارد پدر، مگر اینکه بنیامین را هم در سفر بعد
همراه خود ببریم. یعنی اگر بنیامین نیاید شما برای آوردن گندم نمی روی؟ نه نه پدر، منظور شمون این نبود. عزیز مصر گفت اگر در سفر بعد برادر کوچکتر را به همراه خود نیاورید به شما گندم نخواهم داد. او از کجا می دانست شما برادر دیگری هم دارید؟ آن هم کوچکتر از همه شما ها. از سخنان ما فهمید. به او گفتیم پدری پیر و برادری کوچکتر از خود داریم، سهمی هم برای آنها بدهید. او به ما مشکوک شده بود پدر و گمان میکرد که میخواییم از محبتهای سوء استفاده کنی. آری پدر، او گمان کرد برای به دست آوردن گندم بیشتر دعوی داشتن پدر و برادر میکنیم. هرچه اجزلابه کردیم سوگند خوردیم باور نکرد. گفت اگر راست میگویی در نوبت بعد برادر کوچکتان را بیاورید تا باور. گفت اگر برادرتان را به همراه نیاوردید به مصر هم نیایید، وگرنه مجازات میشدید. محال است بنیامین را با شما همراه کنم. این را از فکر خود بیرون کنید. آرام باشید پدر. درون بار گندم چه می کنن؟ چقدر هم زیاد است. شما کارتان را بکنید، من هم اکنون باز می گردم. اینها را از کجا آوردی؟ درون یکی از بارهای گندم بود. درست به اندازه همون سکه هاییست که به مامورین برای خرید گندم دادیم. سکه های خود ماست. کیسه را نمیشناسی؟ آری کیسه خودمان است. ظاهراً عزیز مصر گندم رایگان به ما داده. از کجا که اشتباهی نشده باشد؟ تردیدی نیست که عمدی در کار بوده. از کجا معلوم که مقصود امتحان ما نیست؟ شاید عزیز مصر میخواهد بداند که ما این امانت را تصاحب میکنیم یا اینکه باز میگردانیم. نکند در معامله غش کرده بهای گندم را نپرداخته باشید. شما به ما حرامخواری نیاموخته اید پدر. به شما اطمینان میدهیم که این چنین نیست. ما از سکه ها بیخبریم. با این وصف عزیز مصر خواسته شما را تشویق کند که دوباره به مصر بازگردید. اما چرا؟ آری چرا؟ چرا عزیز مصر مشتاق بازگشت آنهاست؟ چه عرض کنیم؟ نمیدانیم. و شاید این اقدام نه تنها نشانه اشتیاق نیست، بلکه نشانه بی‌رغبتی به عدم اشتیاق عزیز مصر است. آن را که بپذیرند بضاعتش را نیز قبول کنند و آن را که نپذیرند بضاعتش را باز پس دهند. خداوند تبارک و تعالی بنده ای را که دوست بدارد اعمالش را ضبط و در نامه عمل ثبت می کند و آن را که دوست ندارد طاعات و عباداتش را یک جا رد می کند. مبادا عزیز مصر با نهادن سکه درون گندم ها شما را از درگاه خویش رانده باشد. نمی تواند این گونه باشد. عزیز مصر مشتاق دیدن ما بود. اگر اصرار ما نبود به این زودی رهای ما نمی کرد. بله پدر، همینطور. اگر نپذیرفتن سکه ها
نپذیرفتن ما بود، پس این همه محبت و پذیرایی برای چه بود؟ با این وصف شک نکنید که عزیز مصر نقشه‌ای در سر دارد. آن پذیرایی، آن همه اکرام، بازگرداندن بهای گندم و از همه مهمتر اصرار در دیدار بنیامین، همه اینها نشانه طرح و ترفندی است که عزیز مصر در سر می‌پروراند. امیدوارم سوء نیتی در کار نباشد. ولی فکر نمی‌کنید این سکه‌ها نشانه حسن نیت عزیز مصر است؟ اصرار در دیدار بنیامین چه؟ اگر در مورد بنیامین به ما اعتماد نکنید حق دارید، اما در حسن نیت عزیز مصر تردیدی نیست. نه، با این همه بنیامین را با شما به مصر نخواهم فرستاد. چرا بنیامین را با آنها نمی فرستی؟ برای اینکه اینان از گناه نسبت به یوسف تا کنون اظهار ندامت نکردند. کسی که اظهار ندامت نکند از کجا معلوم خطای گذشته را دوباره تکرار نکند؟ اگر گندم ها تمام شد چی؟ آن وقت چه خواهیم کرد پدر؟ که هنوز نتوانست خاطره یوسف را فراموش کند، چگونه میتواند در سفر بعد بنیامین را به دست ما بسپارد؟ مجبور است، وگرنه عزیز مصر به ما گندمی نخواهد داد. یعنی پدر مجبور است یک بار دیگر جگر گوشش را به دست گرگ ها بسپارد؟ ولی ما که گرگ نیستیم. یک بار اشتباهی شد و تمام شد. اکنون در مورد بنیامین نیت بدی نداری. از کجای من معلوم؟ از توبه کردن های من، از اظهار پشیمانی های من، یا از حقیقت گفتن ها و پوزش خواستن های من؟ پیرمرد چقدر التماس کرد که حقیقت را بگوییم و از گناه خود توبه کنیم، ولی ما چه کردیم؟ ولی ما چه کردیم؟ نزدیک به 40 سال است پدر را چون سپند بر آتش فراق یوسف میبینیم و دم بر نمی آوریم. کافی بود یکی از ما حقیقت را به او میگفت و به این اندوه پایان میداد. بر جنابی بزرسی. درود خداوند بر تو. بار خسته که نیستی؟ نه عالی جناب، نگهبانی از خانه نبی خدا نهایت آرزوی هر کسی است. سپاس گذارم، خداوند تو را حفظ کنه. بر نبی خدا، میبینم که منتظر هستید. درود بر آسنات خوب و مهربان من. از بانو زلیخا چه خبر؟ همچنان مشغول عبادت است. کم سخن میگوید، کم میخوابد، میل چندانی هم به خوردن غذا ندارد. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر شما. برای بانو زلیخا است؟ بله سرورم، میبرم شاید چند لقمه میل کنم.
بود.